درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. آیا تلسکوپ فضایی جیمز وب رقیب جدیدی پیدا کرده است؟ چین قصد دارد تا پایان سال 2023 یک تلسکوپ فضایی غول‌پیکر رو به فضا پرتاب کنه. با توجه به این موضوع آیا تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا رقیب جدیدی خواهد داشت؟ بر اساس گزارش یک رسانه دولتی در چین، این تلسکوپ قراره به کاوش نحوه تکامل کهکشانها، ماده تاریک و انرژی تاریک بپردازه. این رصدخانه تلسکوپ ایستگاه فضایی چین CSST یا ژونتین نام گرفته که در زبان چینی ماندارین به معنای کاوش آسمانها سروی تو هیونز می باشد. این تلسکوپ از ابزارهای نوری برای بررسی آسمان و ساختن یک نقشه کیهانی جدید از جهان استفاده می کند. اما آیا این تلسکوپ می تواند با جدیدترین رصدخانه فضایی ناسا یعنی تلسکوپ فضایی جیمز وب رقابت کند؟ میدان دید تلسکوپ فضایی چین 350 برابر از هابل گسترده تر است. این تلسکوپ با طولی به اندازه یک ساختمان سه طبقه و یک دیافراگم 2 متری است. به گفته معاون مدیر رصدخانه ملی نجوم چین NAOC، این تلسکوپ کمی کم قطر تر از تلسکوپ فضایی هابل است، اما میدان دید گسترده آن این موضوع را جبران می کند. به گفته لیران، دانشمند این پروژه، میدان دید ناحیه‌ای از آسمان است که یک تلسکوپ می تواند در یک بار رصد به طول کامل مشاهده کند. لی استدلال می کند که میدان دید هابل به گونه ای است که تقریبا بخش زیادی از آسمان را رصد نمی کند و آنها درست می گویند. یکی از دلایل طراحی، پرتاب و قرار دادن تلسکوپ فضایی جیمز وب نقطه لاگرانژ 2 همین بوده تا این تلسکوپ بتواند کل آسمان را رصد کند. تلسکوپ چین دارای طراحی غیر آستیگمات سه آینه است که می تواند تصاویری با کیفیت بالا در میدان دید بزرگ خود ثبت کند. این تلسکوپ همچنین قادر به مدیریت سطوح بالاتری از دقت در اندازه‌گیری نورسنجی، موقعیت و شکل است. ژان هو، دانشمند این پروژه، می گوید مزیت این تلسکوپ برای مشاهدات اجمالی این است که می تواند بخش بزرگی از کیهان را به سرعت اسکن کند. اما آیا همه این موارد باعث شکست تلسکوپ فضایی جیمز وب در این رقابت می شوند؟ در یک پست وبلاگی در وبسایت رسمی ناسا آمده که میدان دید وب بسیار بزرگ است. این تلسکوپ می تواند تقریبا 39% از کل آسمان را در طی یک روز و تمامی آن را در یک دوره 6 ماهه رصد کند. تلسکوپ فضایی جیمز وب که در روز 25 دسامبر 2021 مصادف با 4 دی ماه سال 1400 به فضا پرتاب شد و در ماه ژانویه به مدار مورد نظر خود در نقطه لاگرانژ 2 رسید، اکنون در فاصله 1.5 میلیون کیلومتری از سیاره ما قرار دارد. اگرچه تاکنون تصاویری از آن به زمین رسیده، اما این تلسکوپ هنوز فعالیت رسمی خود را آغاز نکرده است. وب و تلسکوپ چین اساساً ابزارهای متفاوتی هستند. با این حال، وضوح دید وب تقریباً مشابه هابل است که می‌تواند دست کم در وضوح آن را از تلسکوپ چین عقب بیاندازد. اما به دلیل وجود ابرهای متراکم از غبار، گاز و سایر مواد در جهانهای بسیار دور، فاصله ای که هابل و سایر تلسکوپ‌های نوری می‌توانند رصد کنند محدود است، زیرا نور در طیف مرئی توسط کیهان مسدود می‌شود. به همین دلیل است که جیمز وب برای رصد اختصاصی اجرام در نور مادون قرمز طراحی شده است. این نور می تواند از بیشتر بخش های جهان بدون از دست دادن اطلاعات قابل توجه عبور کند. لازم به ذکر است که تلسکوپ وب نور ماوراء بنفش را نیز تشخیص می دهد. تلسکوپ فضایی چین از 4 ابزار خود برای رصد اجرام مختلف در کهکشان راه شیری مانند نواحی ستاره‌زایی
دنبالدارها و سیارک‌ها، تکامل سیاه‌چاله‌ها و کهکشان‌های کلان جرم و حتی تشکیل ستاره‌ها استفاده خواهد کرد. اما این اجرام باید به نسبت نزدیک‌تر باشند تا تلسکوپ چین آنها را ببیند. از سوی دیگر، تلسکوپ فضایی جیمز وب می تواند به رصد سالهای اولیه تشکیل جهان پس از بیگ بنگ و آغاز شکلگیری کهکشانها و ستاره ها در کیهان بپردازد. باید گفت که وب و تلسکوپ چین انواع مختلفی از ابزارهای علمی بسیار پیچیده هستند و بنابراین صحیح نیست که دو تلسکوپ بزرگ فضایی که در زمینه تحقیق و مطالعه در مورد بخش‌های یکسانی از کیهان فعالیت می‌کنند به رقابت با یکدیگر بپردازند، در حالی که چیزهای زیادی برای رصد در کیهان وجود دارد. جیمز وب 30 روز پس از پرتاب به مدار و موقعیتی در فضا رسید که بتواند کیهان را رصد کند. جیمز وب در نهایت با کمک یک رانش کوتاه 5 دقیقه‌ای در مداری در اطراف نقطه لاگرانژ 2 قرار گرفت، جایی که میتواند در مدتی معادل زمین یک بار به دور خورشید بگردد. جیمز وب با آینه ای به پهنای 6.5 متر و 4 ابزار فوق حساس به نقطه ای کوچک در فضا چشم خواهد دوخت تا پرتو نوری را ببیند که 13.5 میلیارد سال در فضای لایتناهی سفر کرده است. هدف تلسکوپ جیمز وب این است که از اولین ستارگان و کهکشانهایی که در جهان درخشیدند تصویر برداری کند. این تلسکوپ در عین حال قدرت آن را دارد که اتمسفر سیاره‌های دور را به دنبال نشانه‌های گازی بررسی کند تا احتمال وجود حیات در آنها مشخص شود. دانشمندان تنظیم کننده و کنترل کننده در ایستگاه‌های روی زمین ماه‌های آینده را صرف تنظیم تلسکوپ خواهند کرد تا آن را برای عملیاتی علمی آماده کنند. وظایف کلیدی این دانشمندان شامل به کار انداختن 4 ابزار فوق حساس رصد در روی تلسکوپ است و همچنین متمرکز کردن آینه‌های آن به ویژه آینه کانونی به عرض 6.5 متر با بازتابنده‌های مقطع آن. جیمز وب تلسکوپ معروف هابل را می‌گیرد که بعد از 31 سال به زودی مأموریتش پایان خواهد یافت. تلسکوپ جیمز وب به یاد جیمز وب رئیس ناسا در زمان پروژه‌های آپولو برای سفر به ماه نامگذاری شده است. امیدواریم از این ویدیو استفاده لازم رو برده باشین. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما کامنت کنین و بنویسین که میپسندین در رابطه با چه موضوعاتی براتون ویدیو تهیه کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.